حلال. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و سلام خدمت شما بینندگان عزیز. خوشحالم از اینکه در خدمت شما هستیم. برنامه مال حلال با توجه که تاخیر یه ربعم داشتیم، بدون فوت وقت میریم سراغ اصل مطلب و عرض سلام و ادب خدمت استاد زهراوی و حضورشون در برنامه. متشکرم. السلام و رحمت الله. الحمدلله و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله و صحبه و من والا. بنده من سلام و ادب دارم خدمت شما بینندگان عزیز. براتون آرزوی قبولی طاعات دارم در این ایامی که ایام پرفضیلت عشر ذوالحجه هست و فردا هم روز عرفه هست و اهمیت این روزها و این لحظه ها رو از یاد نبرید. همچنین عرض ارادت خدمت جناب علی در خدمت شما هست. خب ما از جلسه قبل، در واقع بعد از اینکه بحث زکات رو به پایان رسوندیم، وارد معاملات و انواع معاملات و اصول معاملات در واقع شدیم که خرید و فروش رو شروع کردید. شما هفته قبل تعریفی داشتید از معاملات و آدابش رو. حالا مسائل مختلفی هست که انشالله در طول برنامه در قسمت های بعد اگر خدا راضی باشه دوستان تلاش دارن که به شکل میان برنامه در بیارن این بحث هایی که خودمون انجام میدیم. من خواستم این هفته اگر ممکن هست چند تا سوال رو اول اگر امکان داره چند تا سوال رو با واتساپ فرستادن و با تلفن گویا پاسخ بدید تا وارد خود بحث معاملات و کسب حلال بشیم. یکی از عزیزان در برنامه هفته گذشته، اتفاقا آخر برنامه فرستادن سوال رو ولی دیگه برنامه تموم شده بود و نتونستیم پاسخ بدیم، نوشتن آیا میتوان زکات یک سال که معادل 10 میلیون هست را به یکی داد که اون طرف برای خودش سرمایه دست و پا کنه، مثلا مغازه‌ای، کارهای دیگه انجام بده؟ و تشکر هم کردند از این مسئله. اگر در زمانی که زکات رو بهش دادن مستحق زکات بوده، در نتیجه اون مال متعلق به ایشون هست و میتونه باش کار کنه، باش کسبی کنه، باش هر فعالیت دیگه انجام بده. هدف از زکات هم همین هست که انسان فقیر رو به از فقر در بیاره و به حالتی از غنا برسونه و بهترین چیزی هم که انجام بده این هست که انسان اموالی رو که از زکات به اون داده میشه، این هست که در اولا حاجات اصلی خودش بگذاره، بعد از اون اگر مازاد از اون چیزی داشت در تجارت و در کسب کاری بذاره که دیگه سالهای بعد تبدیل بشه به زکات دهنده نه زکات گیرنده. حالا من چیزی که متوجه شدم اینه که الان عادت هست که مثلا اگه شما 10 میلیون مثلا پول دارید میخواید برآورد کردید که این مبلغ رو باید زکات بدید، میشه این مبلغ رو به یک نفر داد یا باید حتما به مستمندان مختلفی داد؟ یا کسی رو میبینید مشغول شروع به کار میخواد بکنه، اینو بهش بدید که صاحب کار بشه خودش؟ بحث این هست که اگر در جامعه اصناف فقیر مختلفی وجود داره، باید حتما سعی بشه که همه بهره‌مند بشن از اون. گاهان حاجات اصلی مقدم هست بر کسب و کار و تجارت دیگه. چون در جامعه انسان اصلا واقعا فقیره، یکی نیاز به علاج داره، نیاز به غذا داره، نیاز به لباس داره، نیاز، اینها نیازهای اصلی هست. بعد از برآورده شدن نیازهای اصلی هست که سراغ چیزهای فرعی میره و درست از این اهمیت دارد ولی در درجه دوم هست. بله. در مورد قربانی سوال کردن، چون حالا بحث در واقع ایام چیزم هست و وقت قربانی کردن، آیا زنی که پول داره یعنی پول مال خودشه میتونه به جای شوهرش قربانی بکنه؟ این رو میتونه این کار رو بکنه ولی بهتر این هست، من توصیه میکنم که برعکس این کار رو بکنه که اجر و ثوابش بیشتر هست. یعنی اون مال رو، پول اون قربانی رو هدیه بده به شوهرش و وقتی این پول رو هدیه داد و شوهرش این قربانی رو انجام بده، یعنی از اون هدیه‌ای که از زنش گرفته این رو قربانی بکنه، قربانی رو بهش بخره و قربانی رو انجام بدن. چون قربانی که مرد انجام میده به جای زنش هست، به جای فرزندانش هست، یعنی ثواب اون شامل حال همه اون اهل بیت و خانواده خواهد شد. یعنی این گونه این زن هم هدیه داده ثواب هدیه رو میگیره، هم حسن معاشرت و شوهرداریش رو انجام داده، هم اجر ثواب صله رحم رو به دست میاره و اجر قربانی رو هم داره.
یعنی اجر همه اینها رو اینگونه به دست آورده. ولی اگه به جای شوهرش قربانی کنه، خب به هر صورت قربانی کرده خوبه، اما دیگه بقیه مسائل دیگری رو که عرض کردم نداره، فقط اجر قربانی رو داره. بله. بعد پرسیدن که آیا روزه گرفتن در عرفه فقط روز عرفه است یا روز عید هم باید روزه بگیرن؟ نه، روزه گرفتن روز عید حرام هست. یعنی هر روز عید، روز عید قربان، روز اول، دوم، سوم و چهارم روز عید روزه گرفتن حرام هست. این چهار روز، یعنی روز اول که روز عید هست، روز دوم، سوم، چهارم، یعنی تا 13 ذی‌الحجه روزه گرفتن حرام هست و جایز نیست کسی روزه بگیره. بعد از اون هست که جایز هست کسانی که میخوان روزه بگیرن روزه بگیرن، ولی اونی که سنت هست روزه روز عرفه هست. خب متشکرم. این سوالایی بود که در واقع تو این طول هفته فرستاده شده بود. از دوستان عزیز خواهش میکنم که با شماره تلفن‌هایی که زیر نویس میشه میتونید بعد از یه رو 20 دقیقه دیگه که از برنامه گذشت و مبحث رو آغاز کردیم با ما تلفنی تماس بگیرید، و اگر خواستید شماره واتساپ هم دوستان زیر نویس خواهند کرد، میتونید از طریق واتساپ هم در طول برنامه سوالاتون رو بفرمایید، انشالله استاد پاسخ خواهند داد. اما خواهش و تمنای بنده این هست که هیچ گونه سوال غیر مرتبط با برنامه مال حلال ارسال نکنید، و یا میتونید مشارکت های خودتون رو هم در این زمینه بفرمایید. خب در بحث معاملات وقتی وارد بشی استاد زهرابی، پیشنهاد شما یا در واقع اسلام نگاهش در مورد معاملات، بهترین کسب رو اگه بخواد کسی کسب و کاری انتخاب بکنه، چه سنفی رو باید انتخاب بکنه، چه کسبی رو، چه مشخصه هایی باید داشته باشه بله. که به عنوان بهترین کسب شناخته بشه؟ بسیار جالب، سوال بسیار جالبی هست. گرچه خیلی ها تصور میکنن که بعضی از کسب ها فضائل معنوی داره و بعضی از کسب ها نه، فقط مادی هست. هر کسی به درخور حال خودش این کسب بهتر و تجارت یا فعالیت اقتصادی بهتر چی هست، اون مهم هست. تصور این که بعضیا مثلا تصور کنن چون بعضی از پیامبران شغل‌های مشخصی رو داشتن، در نتیجه حتما اون شغل‌ها داره فضائل هست، در حالی که این گونه نیست. یعنی بلکه هر کسی به درخور حال خودش یک شغلی رو که مناسب باشه بتونه بهتر، هم کسب و کارش بهتر باشه، هم بتونه بهتر ادا کنه اون رو. حالا ما مشخصه‌ای رو خواهیم گفت و قولی رو از امام ابو حامد غزالی نقل کنم که گفت با توجه به درصد بیکاری و مشکلات کاریابی که الان تو جوامع ما هست، هر کاری رو بشه پیدا کرد و اون ازش در آورد، این فکر کنم همینه که کار بکنه آدم خودش اولویت داره. بله، فعالیت کردن، کار کردن، طبعا همونطوری که در هفته گذشته هم گفتیم که کسب و کار، فعالیت، و انسان تنبل نباشه و سربار دیگران نباشه، محتاج دیگران نباشه، چیزی است که شریعت به اون رو تشویق کرده. یعنی نه تنها تشویق، بلکه مذموم هست انسان سربار دیگران باشه یا دست پایین باشه یا اینکه محتاج دیگران باشه. خداوند انسان‌های عفیف رو سدوده است. عفیف وقتی گفته می شود تنها عفت جنسی نیست، بلکه عفت مال و عفت مطعم، عفت یعنی خوردن، عفت کلام، همه اینها هست. در ضمن اونها یکی از اونها یا مهمترینشون در قرآن کریم هم بحث شده، اون هست کسی که متعفف هست، یعنی از دیگران طلب نمی کنه گرچه نیاز داره. ولی تشویق به کسب و کار در اسلام بسیار زیاد هست، از جمله اونهایی که رسول الله علیه الصلاه و السلام گفت که اگه کسی از شما هیزومش رو تبرش رو برداره بره هیزوم از کوه بیاره و بفروشه، خیره از اون بهتر است که جهاد کنه و بره با دشمن بجنگه. و این یک عبادت بزرگی هست، یعنی حتی به عنوان عبادت. من خیلی جالب هست که در اقوال بزرگان از جمله غزالی میگه الکسب المبرور و عباده. همونطور میگه حج مبرور که میگه کسب مبرور، کسبی که کسب حلاله، میگه عبادت هست این خودش. و بعد میگه هو کل کسب جمع الصدق والعدل والنصح، یعنی هر کسب و کاری در خودش این سه تا ویژگی رو داشت، یکی این که صدق و راستگویی درش باشه، نصح و نصیحت درش باشه، و عدل باشه. یعنی وقتی که یا در حدیث پیامبر اومده علیه الصلاه و السلام فرمود الدین المعامله، دین معامله است.
تا این اندازه، یعنی به کسب و کار تأکید شده. تأکید شده بله. الدین و المعامله، دین یعنی معامله کردن، یعنی فعالیت کردن، یعنی تعامل با دیگران، یعنی تجارت کردن، کسب کردن، همه اینها یعنی خلاصه کرد، یعنی اینقدر مهم هست که میگه دین همش معامله است. وقتی این عبارت رو میاره، همونطوری که در لفظ حج میفرماید الحج و العرفه، حج عرفه است، یعنی تو کل حجت رو خلاصه کردی در عرفه. اگه کسی عرفه، وقوف عرفه نداشت، حجش باطله. ارکان دیگر رو باید جبران کنه، ولی حج این دین و معامله. کلمه معامله اینجا دقیقا منظور هم کسب و کار یا حالا تعامل با جامعه یا مثلا برخوردهای مثلا روابط عمومی، اینا نمیاد توش؟ چون بله، کلمه معامله باب تفاعل هست، از عمل هست. بله. یعنی اینکه انسان کاری رو انجام بده در قبال دیگران، با دیگران در داد و ستت و خرید و فروش و اخذ و عطا و خلاصه همه اینها باشه، یعنی هم شامل تجارت میشه که بارزترینشون تجارته. و در فقه وقتی که ما نگاه میکنیم میگه فقه المعاملات، یعنی معامله رو فقط در داد و ستت و تجارت میاره، نه در فعالیت های دیگری که با دیگران در تعامل هست و در برخورد هست. خب این گفته بسیار زیبایی، یعنی اگر انسان درش، اگر در بیع و شرا، این عبارت دقیقی هست، مسئله صدق و نصح و عدل. کلمه نصح یعنی اینکه تو دیگران رو خالص بخوای، یعنی خودت هم خالص باشی برای دیگران. دقیقا نصیحت یعنی همین، نصیحت یعنی اینکه انسان نسبت به کسی بدی نکنه، نسبت به کسی ضرر نخواد، نسبت به کسی ضعف نخواد. وقتی میگه فلانی رو نصیحت میکنه، یعنی میخواد او رو از ضرر و از بدی دور کنه. در واقع اینو نینی نمیخوای عملا، حتی چون در حدیث هم اومده میفرماید که گفت رسول الله علیه السلام فرمود الدین و النصیحه، گفتن نصیحت برای کی؟ این دین همش نصیحته. فرمود لله و لرسوله و لعامه المسلمین و ائمته، که گفت برای خدا و رسول چطوری نصیحت برای خدا و رسول؟ اصلا نصیحت برای خدا و رسول چجوری میشه؟ چجوری میشه کسی خدا رو نصیحت کنه؟ شاید این نصیحت اون نصیحت زبان فارسی نیست، یعنی در واقع اون یه بخشش هست، یعنی بله. یکی از معانی نصیحت موعظه هست، اون بهش بله. میگن موعظه، پند دادن، یه بخشش این هست که در زبان فارسی این شایع تر هست در واقع. بله، در زبان فارسی این شایع هست، ولی نصیحت همونطوری که در ریشه عربی هست، یعنی خالص کردن، یعنی اینکه چیز رو خالص کنی. عسل رو خالص که میکنن میگن این نصیحت کرده، یعنی موم رو از اصل عسل جدا کرده، یعنی عیب ها رو ازش میگیره، شایبه ها رو ازش میگیره. وقتی ما کسی رو داریم موعظه میکنیم، نصیحت میکنیم، پند میدیم، بهش میگیم که عملا داریم این موبایل مال من هست یا نه، این واتساپ دارم دوستان سوال میفرستن، شماره فکر کنم زیر نویس شد. بله بله، وقتی که کسی داره نصیحت میکنه، در واقع داره دیگری رو از عیب دور میکنه، یعنی همه عیبا رو ازش دور میکنه و این میشه نصیحت کردن. در یکی از ویژگی های دیگه ای که مطرح شده است، از حدیثی که مقدام رضی الله عنه از پیامبر علیه الصلاه و السلام نقل میکنه، میگه ما اکل احد قط طعاما قط خیرا من ان یاکل من عمل یده، میگه هیچ غذایی رو کسی نخورده بهتر از غذایی که انسان از که عمل کرده دست خودش هست، یعنی از درآمد خودش هست، تلاش کرده رفته و این درآمد رو داشته. و این نبی الله داود علیه السلام کان یاکل من عمل یده، مثال زده پیامبر علیه السلام به داود نبی که تنها چیزی رو که میخورد از درآمد خودش بود و فعالیت هایی که با میرفت انجام میداد و تلاش هایی که می کرد، فعالیت اقتصادی که داشت و نتیجهش این می شد. و بعضی هم میگن داوود نجار بوده، حالا در روایت مختلف. این یکی از ویژگی های مهم کسب خوب است. خوب این هست که این ویژگی رو داشته باشه. انسان کسب ها زیاد هست، کسب حلال هست، کسب حرام هست، و اما ویژگیش اینه صادق باشه انسان در کسبش، نصیحت و عدل داشته باشه. و بعد هم که ویژگی های مهمتری که معروف هست برای مردم، مسئله حلال خوردن، مسئله دوری از حرام، مسئله دوری از شبهه، اینها همه مطرح هست، که بحثی هم که وجود داره در اینجا، بحث
چگونه خداوند وقتی که در قرآن اسم برده مال حلال رو به مال طیب نام برده، این مال طیب چه ویژگی هایی داره، چطور میشه این رو، چه صفاتی داره که بحث کنیم و مورد بحث قرار بدیم؟ بله، پس خود در واقع کاره، خود این که این کار مثلا، حالا خیلی اصلا تو انتخاب کار تلاش میکنن همونطور که شما فرمودید یه کاری رو مشخصا مثلا افضل میدونن، در صورتی که این نیست، بلکه این چیزی که من گرفتم از فرمایشات شما اینه که نوعیت برخورد ما تو تعامل تو معامله به کسب افضلیت میده. یعنی ممکنه یک مدیر صادق باشه، نصف داشته با عدالت داشته باشه، این میشه خوب، ولی ممکنه یک مثلا حالا یک کسی ممکنه در پایین‌تر هم همین کارا رو بکنه، باز هم میشه کسب خوب. به اسم و عنوان نیست. به اسم و عنوان نیست. دو تا فاکتور مهم هست در انتخاب شغل یا انتخاب صنعت و کار و فعالیت اقتصادی. یکی اینکه اون کاری که واردش میشی از لحاظ شرعی مشروع باشه، حلال باشه، درست باشه این کار رو انجام بدی. دوم اینکه این انسان این کار رو که انتخاب میکنی بتونی به درستی اون رو ادا کنی، یعنی درش ماهر باشی، بتونی به درستی اون رو ادا کنی که نه به دیگران ضرر وارد کنی، نه خود وقتت رو تلف کنی و نه تولید ناقص و مشبوه و بدی رو به جامعه بدی. یعنی این دو ویژگی های اساسی در انتخابن. بعد از وارد شدن در کار هست که صدق و عدل و نصح وارد میشه. همون صدق و عدل و نصحی که میاد، نصیحت میاد، در بخش ادای امانت هست. در اونجا حقش رو باید ادا کنی، اتقان در این عمل رو داشته باشی، در به خوبی اون رو ادا کنی. حالا کسی رو هست تلاش میکنه که بله حتما باید مدیر یک شرکت بشه، باید پشت میز نشسته بشه، بشینه و خلاصه این فعالیت رو داشته باشه، ولی در حالی که حق رو نمیتونه ادا کنه، واجب اون وظیفه رو نمیتونه ادا کنه، ولی میخواد به وسیله، چون حقوق بالاتری داره، میتونه به راه‌های دیگری، به واسطه‌ای، به هر وسیله دیگری به اینجا برسه. امروز متاسفانه همونطوری که در حدیث از رسول الله علیه السلام اومده، از میفرماید که یأتی علی الناس زمان لا یبالی المرء ما اخذ منه امن حلال ام حرام. یه زمانی خواهد اومد که مردم دیگه اهمیت نمیدن به این که از کجا آوردن، آیا از حلال آوردن یا از حرام آوردن. از لحظه ای که مدرک تحصیلیش رو میخواد بگیره تا لحظات دیگه، تا اوقات دیگه، ببینیم همش برمیگرده به این که خلاصه مدرک تحصیلیش رو به هر صورت جور کنه، بره یه جایی منصبی بشینه، هیچ چیزی در از اون نمیدونه، فعالیت تلاشی هم نمیکنه برای دونستن و حق اون جایگاهی که درش قرار گرفته رو ادا نمیکنه. اینه که اون کسبش کسب بدی خواهد بود. و اگرم برعکس این باشه، تمام تلاشش رو بکنه و واقعا هم توانایی‌هاش رو به کار ببره و این توانایی رو داشته باشه، کسب و کار خوبیه. به خاطر همین ببینیم امروز اگر فسادی در جامعه اقتصادی ما وجود داره، به علت این هست که در واقع فرد مناسب در جایگاه مناسب خودش قرار نگرفته و بیشتر امور بر اساس روابط هست تا ضوابط و اصول. اون وقت است که کسب و کارشون غیر شرعی میشه و مسائل دیگری که امروز میبینیم، وضعیت بحرانی اقتصاد و اختلاس های کلان و حیف و میل های بسیار زیادی که وجود داره و اموال ملت به هدر میره، علتش این هست که در جایگاه مناسب نیست. اما اگه کسی، حالا اینا رو بگذاریم، این ضوابط و اینها، کسی بخواد یه شغلی رو انتخاب کنه، یه شخصی میخواد یه شغلی برای خودش انتخاب بکنه، مهمترین این هست که اولا این شرعی باشه، دوما واقعا بتونه اون رو به درستی انجام بده. بله، یعنی همون دقیقا شایسته سالاری که به شدت تو کشورهای مترقی روی این تأکید دارند. یعنی شما ابتدا که وارد یک بخش برای کار میرید، به مدرک، به توانمندیات، حتی تست های آموزشی آزمایشی زیادی، یک دوره آزمایشی میرن برای که بدونن این طرف میتونه این کار انجام بده یا خیر. در صورتی که متاسفانه در جوامع خودمون گاه حتی در احکام، حالا من تو بحث های حقوقی که ما پیش میریم، حتی در احکام افراد هم می نویسن بنا به تعهد
و تخصص شما این شغل شما داده شده. یعنی اون تعهد به نظام ولایت مدار در واقع اولویت داره برای اینکه شما میتونی مدیر خوب باشی، میدونی این پستو بگردونی یا نه، تخصص داری یا نه. اون اولویت بعدی، اولویت اول رو میذارن بر به شکل رسمی اینو اعلام میکنن، اولویت اول رو میذارن برای این تعهده که معذرات زیادی رو ولایت مدار بودن مقدمه بر توانمندی ها هست و این معذرات زیادی رو ایجاد میکنه. وارد بحث معاملات بشیم یا توضیحات دیگه ای دارید؟ چون اگر ممکن هست من میخوام وارد اشکال و نمونه های معاملات بشیم، یه نگاهی داشته باشیم به اینکه ما در نظام اسلامی معاملات رو به چند دسته تقسیم میکنیم یا نمونه هاش چگونه هستن؟ بله، در اصل معاملات همونطوری من یک چیز تقسیم بندی ساده ای که وجود داره تا وقتی که وارد جزئیات اون بشیم، این تقسیم بندی ساده یا معاملاتی که هست یا معاوضه هست که معروف هست، این که معاوضه کردن چیزی رو در مقابل چیزی دیگری میدی، نوعی از انواع معامله هست که اصلا اولین فکر کنم پایریز همه تعاملات قدیم مثلا همون من یادم تو کتابای اجتماعی که ما میخوندیم زمان بچگی اولین معاملات همین داد و ستد بوده، یعنی یه نفر گندم میکاشته، یه مقدار گندم میداده به اون یکی که مثلا دامدار بوده، یه گوسفند ازش میگرفته. درست. چون وسیله برای چیز نبوده. این منظورتون این همین هست؟ بله دقیقاً، معاوضه که میشه یعنی کالا به کالا، پای به پای، داد و ستد، داد و ستدی که بوده. البته الان داد و ستد معنیش گسترده تره، ولی در کتب فقهی این تقسیم رو انجام دادن. موضوع دیگر این هست که بعد از معاوضه میگه قیمت دادن و جنس گرفتن، یعنی در واقع اسمان و اونا در عبارت علوی میگه ثمن یا قیمت یه چیزی رو بدی، کالای رو، و مقابلش رو جنس بخری. نرخ گذاری شد آره. میشه گفت بر اساس نرخ. آره جنس خریدن، نه نرخ گذاری بلکه نقدینگی، یعنی تعامل نقد با جنس. بله نقد با جنس و تعاملش یا تجارت سوم یا شکل سومی که داره نقد به نقد هست که خرید و فروش چیزها هست، یعنی پولها هست که نقد به نقد میشه. گاهی نقد به نقد هم طلا و نقره با پول رو هم نقدین گفتن و نقدین گفتن و اونها هم نقد به نقد هست. به خاطر همین وقتی کسی طلایی میخره اگر به پول هم میخره باید حتما نقد باشه، نمیشه به قرض طلا خرید و اون رو هم جزو نقد آوردن، یعنی خرید و فروش نقدین به این عبارت، یعنی طلا و نقره یا پول به پول. بله یعنی اینجور این سه شکل بله. بله. یا جنس با جنس معاوضه میشه یا نقد با جنس یا نقد به نقد، نقد به نقد. بله. این سه شکل اساسی هست که تقریبا در کتب مختلف همین رو بحث کرده به عنوان سه شکل اساسی و مختلف اون. بله بله. بعد حالا زیر مجموعه مثلا جنس به جنس به شکل ریز هم براش مشخص شده مثلا چند دسته است؟ بله نه دسته های دیگه وارد چیز میشه، وارد خرید و فروش میشه، وارد بحث بله. معاملات میشه بله. که معاملات کلی تر اون هست و وارد ضوابط معاملات میشه و قواعدی که برای خرید و فروش گذاشته شده، همه اینها خرید و فروشن ولی انواع و اشکال هست. یعنی در قدیم حالا جنس به جنس بوده، الان دیگه اون تقریبا برداشته شده یا اگر هم باشه به شکل خیلی جزئی تر وجود داره یا خیلی در سطح‌های کلانتر، مثلا این دولتی نفت بده در مقابلش کالاهای دیگر رو بخره که البته اون هم باز ابتدا به نقد تبدیل میشه، بعد از اینکه به نقد تبدیل شد در مقابل قیمت اون جنس رو میارن. همش یعنی معاوضه و اساسا به نقد هست. در قدیم اینطوری نبود، در قدیم مثلا کسی میرفت میوه میخرید، مثلا گندم میداد، ترازویی که میگذاشتن یک کفش گندم میذاشتن، کفه دیگه چیز بود، انگور مثلا. انگور مثلا میخرید یا کشمش میخرید. امروز اینطوری نیست، امروز اساسا یعنی مدار همه خرید و فروش ها برمیگرده به پول نقد، به پول نقد رایج یک کشوری، حالا یا همون کشوری که هست و یا اینکه الان امروز مثلا دلار جهانی تر شده یا به دلار یا به یورو یا هر کدوم از اینها، اون رو معیار قیمت گذاری قرار میدهند و بعد از اون هست که اگه کالای دیگری با اون خریده بشه. بله. توی تعاملات امروزه گاهی
خرید و فروش ها اعتباری هست، یعنی هیچ پولی رد و بدل نمیشه. بله. این جز کدوم دسته محسوب میشه؟ نه، این اعتباری هم باز هم در نهایت قیمتی پرداخت خواهد میشه، نه اینکه چیزی اصلا پرداخت نمیشه، بلکه در نهایت یک مبلغی پرداخت خواهد شد، یا اعتماد میکنه بر اعتباری که این شخص داره جنس رو بهش میده، به اعتباره به عنوان قرض هست، نه به عنوان پشتوانه هست، ببخشید، به عنوان یک پشتوانه مطرح میشه، نه به عنوان یک اصل. آها. یک اصل قرار نمیگیره که این اعتبار در مقابل کالا، بلکه اعتبار در مقابل کالا موقته، بلکه پشتوانه این هست که اگر الان پولشو پرداخت نمیکنه، بعد از این مدت اون پولو پرداخت کنه. این اطمینان میکنه که با تاخیر پرداخت بکنه. با تاخیر پرداخت کنه، تسهیلات بیشتری در اختیارش قرار بده. همونطوری که در بانک ها انجام میشه یا در شرکت های مختلفی. کشوری که مثلا قراردادهای بزرگتر میبندن، به اعتبار و توانایی پرداخت اون کشور اعتماد میکنن. یک نوع معامله امروزه ایجاد شده در دنیای مجازی که هیچ گونه پولی رد و بدل نمیشه. بله. و یک پول در واقع مجازی وجود داره. بله. این هم باز توی همین تعاملات وارد میشه یا فقه هنوز برای این مسئله به چیز نرسیده؟ چون خیلی خیلی جدید هست و خیلی هم کم الان وجود داره، ولی عملا اتفاق میفته در نظام، در واقع این تکنولوژیایی که ما امروز داریم در این دنیای مجازی، یه سری از معاملات اتفاق میفته. یعنی شما یک، حتی فکر کنم اسمم داره این نقدینگی مجازی، که شما یک اعتبار کسب میکنی و بابت این اعتباره میتونی نرم افزارهای مختلف، فعالیت‌های مختلف انجام بدی و بعد از همین اعتباره پرداخت بکنی. این اعتبار جابجا میشه بین گروه های مختلف در دنیای مجازی. بله. نه، شرعا اگر یعنی میشه به عنوان قرض میشه روی این حساب کرد، ولی قاعده ای وجود داره و اون قاعده این هست که اگر کسی جنسی رو مالک نباشه، نمیتونه اون رو در بازار بفروشه. مثلا خیلی الان در واقع وجود داره، البته مردم خیلی وقتا هست که جنسی رو خرید و فروش میکنن، مالکش هم نیستند، وجودم نداره در دستشون. بله. ولی به این که میگم اعتبار دارم، میتونم اینقدر بخرم، اونها هم قبولش دارن، به قدرت و تواناییش رو میدونن، یا میدونن که چقدر سرمایه در دست داره، چقدر اعتبار در بازار داره، میتونه این کالا رو تهیه بکنه. اگرم نتونست تهیه کنه، مال و پولش رو داره که خسارات رو پرداخت کنه. در نتیجه بهش این اعتبار رو میدن و به عنوان یک کالا ایشون میگه من دارم. حالا در بازار بورس، در بازارهای دیگه‌ای که هست، این گونه عمل میکنن. طرف طلا رو نداره، اما طلای زیادی رو میفروشه، قیمت گذاری میکنه، این قطلا میفروشه، و این روی بعضی از اعتبارات هست. اما در شرع این نوع معامله حرام است. تا زمانی که انسان مالک یک جنسی نباشه، نمیتونه چیز کنه، نمیتونه این رو بفروشه. یکی از قضایا همین بود که به عهده گرفتن و خرید و فروش کردن قرض که در یک بحران اقتصادی جهانی که پیش اومد، بخش مشکل همین بخش عمدش همین بود که اعتبارات رو میفروختن. وقتی اعتبارات، خب اعتبارات وقتی واقع نباشه، وقتی می در میدان واقع عمل قرار میگیری، کالایی وجود نداره، جنسی وجود نداره، پولی وجود نداره. وقتی وجود نداره، اون وقت است که دیگه بحران اقتصادی بزرگی، چون همچون اون بحران قبلی، به وجود میاد. اسلام راه‌های تجارت کاذب و تجارتی که بر اساس واقعیت نیست رو بسته است. یکی از اونها همین هست که احتمالاً بله، هر کسی میتونه اعتبار داشته باشه، به قرض میتونه بهش بده، اما اینکه نه، قرض اسمش نیست، بلکه اون داره معامله نقدی میکنه، هیچی رو نداره، داره معامله میکنه، و بحران‌های بزرگ هم به همین وسیله به وجود میاد. بله. خب تلفن داریم، تلفن رو میگیریم اگر که قطع نشده، چون از ابتدای بحثمون بود. خانم سوران اگه اشتباه نکنم، عرض سلام دارم خدمتتون، بفرمایید. عرض سلام دارم خدمتتون، اگه صدای بنده رو دارید بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. قطع شدن ظاهرا. خب بله، عذر میخوام از ایشون که طولانی موندن پشت خط و نشد چیز کنه. یه مسئله دیگه که توی موضوع معاملات هست، آیا تملک کالا یا دیدنش
اینجور که شما فرمودید جزء اصول خرید و فروش هست، یعنی اینکه ما الان میخوام از این به این برسم که ما خیلی از خرید و فروش ها در ایران اتفاق میفته بدون که اون کالا دیده بشه، یعنی شما پرداخت میکنید، پیش پرداخت میکنید، بعد از مثلا کامل پرداخت شد، بعد اون موقع مثلا فرضاً خرید مثلا یک ماشین، این ماشین رو شما تا موقعی که در واقع خریدید اما نمیدونید که چه جوریه ماشین، و گاه بعد از تحویل گرفتن مشکلاتی رو درش مشاهده میکنید. یک ماشین رو به عنوان نمونه میذارن، میگن این ماشینه هست، شبیه به این بهت میدیم و بر اساس این میخره. این مجوز اجازه شر رو البته من فکر کنم یکم زود رفتم وارد یه موضوع. نه اشکال نداره، یک شما وارد ارکان یک معامله شدید. بله. یک بیع و شرای حقیقی چه ارکانی رو داره که من این رو میگم و بعد میرسیم به اون. بله. که در یکی از ارکانش همین هست. یکیشون مسئله ایجاب و خریدار و فروشنده هست. پس ارکان خرید و فروش شما. بله بله. خریدار و فروشنده که وجود داشته باشند. بله. و مسئله ایجاب و قبول هست، یعنی کسی بگه بله بفروشم اونم قبول کنه میخره، یعنی اینو اظهار بکنه، یا به زبان اظهار بکنه، یا عملا، یا هر فعلی رو انجام بده که دلیل بر پذیرفتن این معامله هست. توافق دو طرفه بشه. توافق دو طرفه بشه، یعنی این پذیرفتن شون صورت بگیره. چرا شر این رو گذاشته؟ حالا یک کسی اومده یک جنسی رو از یه مغازه دستش میگیره، میگه این چند رو داره حرفش رو میزنه، خب به هر صورت این رو میبره اون طرفتر، این طرفتر، خلاصه هنوزم حرفشون تموم نشده. باید این دوتا از هم دیگه بفهمن، یعنی خارج شدن از مثلا اون دکان، رفتن به دکان دیگه، این جنس رو با خودتون ببرید، آیا این معنیش در عرف اون جامعه یعنی خریده شده تموم شد دیگه؟ آه. یا اینکه باید پولش رو پرداخت کنه، یا اینکه بگه بله من اینو میخوام. یعنی یک عبارتی، یک عملی، یک فعلی باید وجود داشته باشه که دلالت بکنه بر اینکه پذیرفته این رو به اون قیمت بخره. بله، صاحب کالا قبول کرده که بده و بده. اونم قبول مشتری هم قبول کرده. آره. بخره. مثلا در مغازه ها خب این رو میذارن در معرض دید مردم، مردم میان برمیدارن و پولش رو میدن. هر مغازه این به شیوه خودش هست. حالا مثلا شما وارد مغازه زنجیری میشی، فروشگاه های بزرگ، شیوه پرداخت و شیوه بردن جنس یه شیوه است. اونی که میای مثلا در یه مغازه ساندویچی میخوای ساندویچ بخری شیوه دیگه است. این دوتا با هم فرق دارن و هر کدومشون به اعتبار و عرف خودشون نوع تحویل گرفتن، نوع خرید و فروششون هم فرق میکنه. یعنی این صفت قبول و ایجاب، یعنی ایجاب و قبولی که وجود داره فرق میکنه. میگه فروختم، در قدیم اینطوری بود، کلمه بیع هم از این آوردن، بیع یعنی دست دادن، دست میداد، میگه این من اینو بهت فروختم، اونم میگه منم خریدم، و این تبدیل میشد به مبایعه، بیع کردن، چیزی شبیه به امضایی که امروز حالا توافقات میشه، حالا امضایی یا قراردادی یا تحویل دادنی. هر کالایی در چیز خودش، در وضعیت خودش حالتش فرق میکنه. حالا برگردیم به اون مثالی که یک موضوع دیگه تقابض هست. تقابض یعنی قبض کردن، گرفتن. یکی از شرایطش این هست، قبض کالا و قبض ثمن از طرف مقابل، قیمت، یعنی خریدار کالا رو تحویل بگیره، فروشنده هم قیمتش رو. اینم یکی از ارکان خرید و فروش است. و یکی دیگه از رکناس راضی بودن هست، نه اجبار، به ترازی باشه، یعنی هر دو راضی باشن از این معامله‌ای که صورت گرفته. اگر حالا مثال ماشین رو فرمودید، ماشین، خونه، کشتی، هواپیما، چیزا، اصلا کالاها، کالای منقول داریم و غیر منقول داریم. کالایی که میشه نقل کرد، این لیوان رو میشه برداشت نقل کرد، میشه داخل یک کیسه گذاشت و گرفت، این قلم رو میشه تو جیبت بذاری برداری، ولی مثلا این میزو نمیتونی، نه منقول هست ولی این شیوه نقل نمیشه، نقلش به شیوه دیگری است. یک کالایی هست، کالای غیر منقوله، یک خونه غیر منقوله، منقول نیست خونه، زمین غیر منقوله، اینا غیر منقولن که هستند. ماشین نوع قبض کردن و گرفتنش با مثلا بقیه جنس‌های دیگه فرق میکنه، هواپیما فرق میکنه، خونه، زمین، هر کدوم از اینها. خب همین که یک کالایی رو میخوای بخری، اگر اومده این کالا یک وصفی داره قبلش، کالا الان در مثلا کالا رو یک ساعت دیگه میارن، یا یک روز دیگه، یا ده روز دیگه، حتی کالاهای کوچکتر امروز اینطوری هست، بعضی کالاها حجمش کوچیک، قیمتش هم بالا هست، الان وجود نداره، یا باید از انبار بیاره، یا باید از کشور صادرش بیاره. مثلا الان خرید فروش اینترنتی پیدا شده که اصلا دقیقا نمیبینی، فقط عکس میبینی. شما عکسشو میبینی، مواصفاتشو میبینی. بله. مجموعه از مواصفاتو ذکر کرده،
این مواصفات رو اگه پذیرفتی و امضا کردی، اگر کالا اومد به طبق این مواصفات بود، اون خرید و فروش تموم شده و درست است. ماشین هم همینطوره. ماشین حالا هنوز از گمرک مثلا نیارده، ماشین تازه هست یا هر ماشین دیگری، هنوز به نمایشگاه ماشین آورده نشده، فقط مواصفاتش و برگش اینجا هست و روی این برگه نوشته شده که چه مواصفاتی داره، این رنگش چی هست، نوعش چی هست، مدلش چی هست، ساخت چه کشوری، همه اینها تو نوشته شده. این مواصفات رو پذیرفتی، سالم هست، مثلا تصادف نکرده، هر چیزی دیگه، اینا رو که پذیرفتی و امضا شد دیگه خرید و فروش صورت گرفته. حتی اگر قبض اینجوری این قبضش هست دیگه، نه بذارم قبض عینی نیاز نیست. آره. همین که مواصفات رو من پذیرفتم، رضایت کردم، توافق کردم، این خرید ابتداییه. ولی تحویل دادن، باید ماشین تحویلتون بده تا خرید و فروش تموم بشه. با این تموم شده از لحاظ خرید و فروشش، اما تا تحویل نده به اتمام نرسیده، باید کلیدش رو تحویل بده، ماشین رو تحویل بگیری، این تحویل دادنش هست. یه خونه باید کلید خونه رو تحویل شما بده، سند رو به اسمتون زده، کلیدش هم باید تحویلتون بده. بله، اگه تحویل نداد شما میتونید برید از راه های قانونی مثلا وارد بشید و به زور ازش بگیرید، مال شماست. ماشین هم همچنین هست، تازه دیگه شما روی برگه امضا کردید و سند به اسم شما خورده شده و تموم هست. اگه تحویل شما نده، از اون به بعد صاحب طرف مقابل به جریمه خواهد خورد، باید حتما غرامت بده و مسائلی از این قبیل. مقصود بنده این هست که قبض کردن و گرفتن هر کالایی در خور خودش هست. ما خونه رو که نمیشه گرفت، ماشین نمیشه برداشت، ولی گرفتن کلید اون، یعنی این زدن سند به نام طرف مقابل، یعنی معامله تموم شده. بله، خیلی متشکر. زهران خانم سوران مجددا تماس گرفتن، ارسلام در خدمتتون، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید. بفرمایید، در خدمتتون هستم. اگه بفرمایید من یادداشت میکنم، بعد استاد پاسختون رو خواهند داد. خواهش می‌کنم. ما می‌خوام یه مانی بخریم، بعد یه مشاوری یه ما دوباره معرفی می‌کنه یه آپارتمان. اینو می‌خواد برامو بخره، به حساب این آپارتمان استثمار داد. مثلا توی صحبتش دروغ هم میگه. بعد من که هیچی نمی‌گم، فقط مشاوره داره توضیح میده. من خودم طرف معاملم. خاطر من این مانی که من می‌خوام بخرم، چون توش دروغ اومده، حلاله یا نه؟ این یه سوال. بعد یه نوعی که هم هست که می‌خوام خودم مشاورم، مثلا میخوام یه مالی برای یه نفر بخرم، دروغ نمیگم. اونی که راسته، حسنایی که داره، من میگم. خب بدیشو دیگه نمیگم، میگم خودش ببینه، من توضیح نمیدم برای شما. هر کی حسن داره من بهش میگم که آقا این حسن رو داره، این داره، اونجوریه که پسند کنه. از اون برم ساب میل که خونش، هر مشکلی که داره بهش میگم آقا مشکلش اینه، اونجوریه، شما باید تخفیری بیدن بیشتر میگش خلاصه ببینید. توضیحات جزئی نیاز نیست. این اتفاقی که داره میفته، یعنی این دلال یا مشاوری که شما میفرمایید که میخواد این کار انجام بده، به عمد داره یه چیزایی رو میپوشونه یا اصلا اطلاع نداره. الان توی ارکانی که استاد گفتن یک بخشش همین بود که یک توافق اتفاق بیفته سر یک کالای مشخص و مشخصاتش باشه. شما فقط بفرمایید که آیا قصدی داره از این سکوت و نگفتن یک بخشی، حالا چه خود مشاور این کار رو بخواد انجام بده یا صاحب ملک بخواد پنهان بکنه. پنهان کردنه به قصد اتفاق میفته؟ پنهان کردن چیزی که ظاهرشه، متوجه یه موقع مثلا طرف میاد مثلا منطقه رو نمیشناسه، مثلا 200 تومن خرید دارم شما یه آپارتمان برام بخر، دیگه ما باز نمی کنیم که کجا خوبه کجا بده، ما یه آپارتمان داریم اونجا مثلا با این شرایطه. بله گرفتم. یعنی شما میگید که یک بخشی از موضوع رو از کسی که میخواد خرید بکنه بهش نمیگن و نیازی هم نیست، اونم نمیپرسه و حالا تو این قضیه یه سود اتفاق میفته. آیا این دروغ گفتن هست، این پنهان کردن، یا نه باید همه جزئیات رو بگه کسی که میخواد کالایی رو بفروشه؟ خیلی متشکر، پاسختون رو خواهید گرفت. ممنونم از مشارکتتون در برنامه و حسن اعتمادتون به شبکه این نور. آقای عباسی از اصفهان هم پشت خط هستن. ارسلام دارم خدمتون آقای عباسی، بفرمایید. جناب آقای عباسی صدای بنده رو دارید؟ اتاق فرمان تلفنشون قطع شده یا چون من
بله ظاهرن تلفنشون قطع شده. خب اگه تماسی نداریم عیز فرمایید یک میان برنامه که چون ایام حج هم هست عیز فرمایید یه حال هوایی تازه میکنیم با آوازهای حج و یه سری میزنیم به اماکن متبرکه حج و اون فضا رو میبینیم، یک سرود زیبا. حالا اگه یک سرود کوتاه رو انتخاب کنم چون امروز یه ذره تاخیرم داشتیم، خیلی متشکرم میشم از اتاق فرمان. و فضایی است که فضای معنوی برنامه رو هم تقویت بکنیم به این شکل. میبینیم، برمیگردیم، در خدمتون خواهیم بود. لبیک اللهم لبیک لبيك لا شريك لك لبيك دلت را خانه ما کن مصفا کردنش با من اگر گم کرده ای دل کلید استجابت را بیفشان قطره اشکی که من هستم خریدارش اگر درها به رویت بسته شد دل بر مکن بازار به من گو حاجت خود را اجابت می کنم آنی بیا قبل از وقوع مرگ روشن کن حسابت را چو خوردی روزی امروز ما را شکر نعمت کن به قرآن آیه رحمت فراوان است ای انسان اگر عمری گناه کردی مشو نومید از رحمت به ما در دل افشا کن مداوا کردنش با من بیا یک لحظه با ما باش پیدا کردنش با من بیا بر قطره ای اخلاص دریا کردنش با من در این خانه دق الباب کن وا کردنش با من طلب کن آنچه میخوایی مهیا کردنش با من بیا بر نیک و بد را جمع و منها کردنش با من غم فردا مخور تأمین فردا کردنش با من بخوان این آیه را تفسیر و معنا کردنش با من تو نام توبه را بنویس امضا کردنش با من تو نام توبه را بنویس امضا کردنش با من. بله بسیار متشکرم، امیدوارم که نصیب ما هم بشه حج مبرور و سعی مشکور انشاءالله. آرزومندیم برای کسایی که الان اونجا هستند و آرزو این که سالهای بعد هم ما و شما بینندگان هم بریم و فیض ببریم از این فضای معنوی که امروزه حجاج اونجا درگیرش هستند و دارن لذت این فضا رو میبرن. البته دهه آغازین ذوالحجه برای ماها هم جا داره که میتونیم ازش بهره‌ای لازم ببریم و استفاده کنیم و به طاعات و عباداتمون بپردازیم با دقت بیشتر و از این فضا زمان معنوی نهایت بهره رو ببریم.
ما را هم دعای خیر بکنید. خب برمیگردیم به برنامه. ظاهرا میگن تماس‌های امروز تماس‌های زیاد در مورد مسائل مرتبط به حج هست، مثل قربانی و روزه گرفتن ایام عرفه و امثال هم. استثناءً ما تو این برنامه، چون حالا فضای ایام ده ذی‌حجه هست، من اجازه میخوام که این سوالای اینچنینی رو هم امروز پاسخ بدیم، علاوه بر این که اولویت به سوالهایی است که در مورد معاملات و مرتبط به اقتصاد اسلامی است. خب اگر تماسی داریم، اگر بله، خب ظاهرا میگن که فعلا تماسی نیست. در مورد اوصاف معاملات، اگر ضوابطش در واقع توضیح بفرمایید، چون این ارکان خرید و فروش رو شما فرمودید، حالا یه سوال هم داریم که بعدا در موردش صحبت خواهیم کرد. ما در اسلام، یعنی اونی که در قرآن و سنت اومده، ضوابط شرعی که باید این گونه باشه که حاکم بر معاملات و فعالیت های اقتصادی انسان باشه، چند مورد هست که ابتداعا قبل از هر چیز انسان، ما چون در همه مسائل، یعنی اسلام دیدش در مورد تمام دنیا، در مورد تمام هستی، این هست که عبادت هر چی که انجام بدی، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، این دید رو در مورد همه معاملات یکی از اون هاست و به خاطرش هم انسان اجر میگیره. و همونطوری گفتیم امام غزالی اسمش رو گذاشته که عبادت هست. و اگر انسان این دید رو وارد کنه، با این دید وارد بشه، با این نیت وارد بشه که من دارم میرم دنبال این که مال حلال رو کسب کنم و این مال حلال منو کمک میکنه در اینکه حاجیات و نیازهای اساسی خودم و خانوادم برآورده میکنم، دو، منو کمک میکنه مال بر اینکه بتونم درست عبادت کنم، بر اینکه بتونم تمام تکالیف شرعی که خداوند اسم اونو بر و تقوا نامیده است، از مال کمک بگیرم برای تحقیق اینها، و از همه مهمتر اینکه وظیفه بزرگتری هم برای انسان وجود دارد به اسم اصلاح و آبادانی زمین. خداوند در مورد انسان میفرماید که هو الذي خلقكم من الارض هو الذي انشاكم من الارض واستعمركم فيها، خداوند شما را از زمین آفریده، از خاک آفریده و شما را به در این زمین گمارده است که اون رو آباد کنید. پس انسان مؤمن نیومده که بی تکلیف بشینه، نیومده که گوشه نشین باشه، با این دید وارد اقتصاد بشه، وارد تجارت بشه، وارد فعالیت بشه. یعنی اون کسی که بیشتر زمین رو آباد میکنه، اون انسانی است که بیشتر به وظیفه خودش به عنوان خلیفه الله، به عنوان آباد کننده زمین ادای وظیفه کرده. اینها اصلا مانع این نیست که کسی بگه نماز نخونه، روزه نگیره، تزکیه نفس نکنه، همه اینها هم است، ولی یکی از وظایف انسان این هست. این دید که ما فکر کنیم که بریم کسب مال بکنیم که از دیگری بیشتر داشته باشیم، تو بانک اندوخته بانکمون بیشتر باشه، غذای خوشتر بخوریم، لباس نمیدونم فاخرتر بپوشیم، ماشین گرون قیمتتر زیر پامون باشه، اینها همه اینها جزء تمتعات است، جزء ملذات دنیا هست و زیاده روی در اون هم ضرر و زیان خواهد آورد، اسراف در اون. ولی این که انسان بتونه دنیا را آباد کنه، کارخانه بیشتری درست کنه، نمیدونم زراعت قوی تری داشته باشه، تجارت موفق تری داشته باشه، اینها همه جزو آباد کردن زمین و جزو ادای وظایف هست که هر انسانی مکلفه. خیلی وقتا هست که حتی در مواقع تواصل اجتماعی میبینی، در سایت ها میبینی، اگر کسی که اهل دعوت، اهل دین، اهل علم، دیدند که از لحاظ اقتصادی موفقه، نه خب دیندار چرا رفته به دنیا چسبیده به دنیا. این طرز تفکر بسیار منفی و باطنی هست. اصلا چنین با باید بچسبی به دنیا، باید دنیا رو آباد کنی، وظیفه داری آباد کنی. ولی این دوتا چه تناقضی وجود داره بین این که کسی دنیا رو آباد کنه و بین کسی که داره نماز میخونه، روزه میگیره، زکات میده، حج میکنه؟ من نمیتونم بگم این عبادت هست، اون عبادت نیست. این برمیگرده به نیت فرد. اگر به این نیت وارد فعالیت اقتصادی شد که اشتغال زایی میکنه، دنیا رو آباد میکنه و در این حال میتونه فعالتر از هر کسی دیگری باشه در بحث بر و تقوا و احسان به دیگران،
اون کسی که توانمندتر هست برش به پدرش، به مادرش، به برادرش، به اطرافیانش، به دیگرانی که دور و برش هستن بیشتر خواهد رسید تا کسی که نمیتونه هیچ کاری بکنه. اصلا ایجاد یک جامعه آباد خودش کمکی میکنه در واقع قدم‌های اینکه عبادت‌ها هم بهتر برگزار بشه، فضای امن‌تر ایجاد بشه، فضای فعال‌تری باشه، اینا خودش در واقع کمک رسان هست به اینکه حتی اگر شما یک جامعه آشفته پر از مثلا دغلکاری و دزدی و امثال هم داشته باشید، خب این عبادت ها هم زیر سوال میره، یعنی شما جای مناسبی برای عبادت هم ندارید. حالا ممکن عبادت های فردی مثلا الان بشه انجام داد، ولی دغدغه ها و مشکلات جامعه تاثیرگذار است روی افراد و قطعا روی تعامل در واقع روی عبادت. و اینکه شما میفرمایید که آباد کردن زمین، آبادانی زمین هم جز وظایف ماست، من فکر کنم جز اولویت ها هم شاید باشه تا اگر که چون پایه‌ریز خیلی خدمات دیگه عبادی و معنوی در جامعه هم هست. اگر اجازه فرمایید یک تماس هم داریم اونم بگیریم. عرض سلام دارم خدمتتون آقای محمد یا محمدی محمد. عرض سلام دارم خدمتتون آقای محمد از اهواز. الو سلام علیکم. علیکم سلام و رحمت الله، بفرمایید. خسته نباشید. متشکرم، بفرمایید. سلام عرض می‌کنم با کارشناس برنامه. علیکم السلام و رحمت الله. علیکم السلام. بعد من یه سوال داشتم در مورد قربانی. قربانی داشتم شاخش شکسته، یعنی میشه چون گفتن از باید نداشته باشه. بله، مشخصات قربانی رو شما می‌خواید و اینکه حالا اگر درش ای بی داشته باشه انشالله پاسختون رو خواهید گرفت. خیلی متشکرم از تماستون. خانم رجبی از لار پشت خط هستن. سلام دارم خدمتتون خانم رجبی، بفرمایید. سلام، خسته نباشید. برنامه تشکر میکنم. سلامت باشید، بفرمایید. شوهرم فهم که رو برای قربونی به من هدیه کرده، حالا من نیت اونو کردم، آیا قربونی من قبول میشه یا اینکه باید حتما مخت خانواده قربونی بکنه؟ حالا اگه باید میشه یه بار دیگه بفرمایید چون ابتدای صحبتتون قطع شد، من متوجه نشدم. شوهرم گوسفندی رو برای قربونی به من هدیه کرد. بله. حالا من نیت رو کردم، آیا قربونی رو من انجام بدم یا باید حتما شوهر استفاده قربونی رو انجام بدم؟ بله، این گوسفندی که قرار قربانی میشه به شما هدیه شده؟ بله. بله، به چه مناسبت هدیه شده؟ برای چی؟ برای خودتون؟ بله، که برای خودم. یعنی این الان شما صاحب این چیز، بر این گوسفند برای شماست، حالا شما میخواید قربانی بکنید یا نکنید، یا اینکه شوهرتون یه گوسفند دیگر رو قربانی بکنه؟ نه، میگم که یعنی هدیه میشه بله. بله خب، بله خب، شما چون متوجه شدم پاسخ سوالتون رو خواهید گرفت. خیلی متشکرم از تماستون. از دوستان هم خواهش میکنم اگر تماس میگیرن صدای تلویزیونشون رو ببندن که این مشکلی که الان ما با در ارتباط با خانم رجبی هم داشتیم اتفاق نیفته و بشه سوالها رو در واقع بهتر پاسخ داد. خب پس جز اولویت های در واقع اولویت هایی که اسلام درش تأکید داره و در معاملات هم وجود داره که این معاملات باعث آبادانی جامعه باشه، باعث رونق جامعه باشه. یعنی اگر انسان بس اینه که انسان به این نیت وارد بشه و مهمترین نقطه این هست که همه اینها لله انجام بده. یعنی چی؟ یعنی اینکه تو بهره‌مند هستی از این، ولی هدفت استکبار بر زمین نیست، هدفت استقلال دیگران نیست، هدفت چشم و هر چشمی نیست، هدف این نیست که مال دنیا رو در دل انسان جا بده و نتونه اون رو ببخشه، بلکه هدف چی هست؟ هدف کمک این است، این مال منو کمک میکنه بر طاعت خدا، این مال منو کمک میکنه به خدمت به خلق خدا، این مال منو کمک میکنه به اینکه بتونم نقش مؤثر و مفیدی در جامعه داشته باشم و مردم از خیر این هم خود زمین و هم خود مردمانی که در اینجا هستن بهره مند بشن. به این نیت وقتی وارد شده انسان به هیچ وجه نه مذمومه بلکه جزء وظایف اساسی هست. و من نقطه کوچیک اشاره کردم که این عادت بدی که در جامعه وجود داره، اگر دیدن که کسی که اهل دینه و در عین حال هم یعنی یا عالم دینی هست یا درس دینی خونده یا در درس شرعی خونده و الان میره وارد مسائل تجاری میشه، اهل دعوت هم هست، خب فلانی به چهار چنگی مثلا میگه به دنیا چسبیده،
این به دنیا چسبیدن معنی فعالیت اقتصادی نیست. اونی که مذموم هست در دنیا به دنیا چسبیدن این است که انسان حلال و حرام رو نشناسه، انسان حلال و حرام نکنه، مال دیگری رو بخوره، ظلم کنه به دیگری، تعدا کنه به دیگری، به خاطر کسب مال حاضر باشه از همه واجبات دینی و حیثیت و شخصیت خودش بگذره، این بد هست. ولی اونی که وجود داره الان باید انسان‌هایی که اهل عدل و احسان و فضل هستند در این میدان وارد بشن. متاسفانه همین فعالیت رو اگر در یک انسان دیگری میبینه که شاید نماز نمیخونه، اهل طاعت هم نیست، اهل احسان و فضل هم نیست، ولی مال داره، اون رو میستاید به خاطر فعالیت و زرنگیش، آدم زرنگ و خوبیه، این رو مذمت میکنه که میگه به چارچنگی به مال دنیا چسبیده. این نوع طرز تفکر، طرز تفکریه که میتونه منشأ اون حسادت یا منشأ اون تنگ نظری باشه. مرزی که بین، یعنی تصور بدی در جامعه ایجاد شده اینه که کسی که مثلا حالا امام مسجده یا عابد هست یا متقی هست، پرهیزگار هست، عبادتاشو به خوبی انجام میده، باید ترک دنیا بکنه و اصلا زندگیش بشه یه زندگی عادیه، مثلا معمولیه، فقط به عبادتاش پرداختن و معاملات و رفتن تو تجارت و اینا کار افراد دین مدار نیست، بلکه کسایی که میرن تو معاملات باید اصلا فقط کارشون معاملات باشه. این دوتا رو جامعه نمیتونه کنار هم بپذیره، در صورتی که اصلا برعکس شاید اتفاق بیفته، یعنی حتی اونایی که اهل معامله هم هستن باید دیندار باشن بعد برن اهل معامله بشن دقیقا. تا بتونن معامله دقیقتر و مناسبتر رو با این هدف چیز ایجاد بکنه. یه چیزی که شما اشاره فرمودید در واقع میشه گفت در کلیه فعالیت‌های انسان این نگاه معنوی اصل جزئی لاینفک از فعالیت‌های انسان هست. دقیقا. مثلا ما در توضیحاتی که من قبلا هم از شما شنیدم اینه که حتی گاه میشه که مثلا حدیث هست اگه اشتباه نکنم که خوابیدن یک انسان عبادت میشه وقتی که اون خوابیدنه با هدف معنوی اتفاق میفته، وقتی میخوابه برای اینکه بتونه استراحت بکنه و با این امید که بتونه بعد از بیدار شدن فعالیت در واقع حلالی داشته باشه. اگر اجازه بفرمایید چون به پایان برنامه نزدیک هستیم مجموعی از سوالات هم مونده، پاسخ به سوالا رو بدیم اگر بحث تکمیلی هست برای امروز. بحثمون زیاد هست. بله من نگران اینم که وارد بشیم و نتونیم تکمیلش بکنیم. سوالهای زیادی هم داریم، هم به شکل واتساپ فرستاده شده، هم از طریق تلفن چند تا سوال داشتیم. من اگر اجازه فرمایید چند تا سوال هم در مورد قربانی شده، نوشتن که اگر کسی نیت قربانی داشته باشه و تا به حال حج هم نرفته باشه، آیا واجبی که ناخن و موی خودش رو کوتاه نکنه و اگر تا چند روز مکلف این و اگر بره تا چند روز مکلف این امره؟ بله، کسی که نیت قربانی میکنه، یعنی از اول ذوالحجه نیت داره قربانی، هر لحظه ای که نیت کرد که قربانی کنه، ولی از اول ذوالحجه تا وقتی که قربانیش رو ذبح میکنه ناخونش و موش رو نمیگیره. این کار در نزد امام احمد واجب هست، ایشون رو واجب میدونه. امام شافعی میگه مکروه هست گرفتن ناخون و گرفتن مو، و امام ابو حنیفه، امام مالک هم رأیشون بر این هست که حتی مکروه هم نیست. به هر حال حدیث برش وجود داره و حدیث هم صحیح هست، ولی چرا استنباط امام شافعی بر این بوده؟ چون امام شافعی این حدیث رو حمل کرده بر این که سنت هست که انسان اگر میخواد قربانی کنه که موش و ناخونش رو نگیره، به خاطر همین اگه کسی هم خلاف این کار تبدیل میشه به مکروه. امام احمد گفت که واجبه و این حدیث رو قاطع تر از اون دیده که دلیل امرش رو دلیل قاطع دیده و این رو اینگونه اشاره فرموده. در نتیجهش این میشه که من رأی رو که ترجیح میدم، رأی امام شافعی رو ترجیح میدم که سنت مؤکد هست این که انسان ناخونش رو نگیره، موهاش هم کوتاه نکنه یا نگیره. هیچ ربطی نداره که این طرف حج رفته باشه نرفته باشه. نه ربطی نداره، این فقط خاص کسی است که نیت قربانی این مرتبط به قربانی، کسی که میخواد قربانی بکنه باید این اتفاق هم بیفته. بله این هم بله. سنت مؤکد است. اینم سرپرست خانواده، چون قربانی رو اون انجام میده، بقیه بله. اعضای خانواده نیازی نیست که این کارو بکنه. بله این محدودیت رو ندارن. بعد تا چه زمانی باید این اتفاق بیفته؟ تا زمانی که قربانیشو ذبح میکنه، یعنی روز عید
بعد از نماز عید دیگه وقت قربانی هست. اگر روز اول قربانیش رو ذبح کرد، خب دیگه بعد از قربانی میتونه ناخنش رو بگیره، موهاش هم براش آزاد میشه. این کار این آزاد اگر میشه. روز دوم سوم بود در حال بعد از قربانی کردن. بعد اگر کسی نمیدونسته و امروز تصمیم گرفته، تصمیم قربانی داشته و نمیدونسته این کارو نباید بکنه، از همین امروز دیگه ناخنش رو نمیگیره، موهاش رو نمیگیره. بله. یکی از دوستان توضیح شما رو در مورد بهترین کس و تأکید بر نصیحت چیز کردن و سوالشون این هست که ببخشید وقتتون رو گرفتم، میخواستم اینو بگم که خیلی از نصیحت برداشتن بد دارند یا بدشون میاد. برداشت بد دارن، ببخشید، از نصیحت کردن بدشون میاد و بیشتر پرخاشگر میشن. یا با اینا با چطوری رفتار کنیم؟ البته حالا ربطی به معاملات نداره، اما این فاز دیگه برداشتشون از نصیحتی که شما فرمودید. نصیحت ببینید، نصیحت این نیست که کسی رو موعظه کنی، یعنی خیلی وقتا هست، حالا اسلوب حتی موعظه کردن، یعنی پند دادن، این که به کسی بگی اینو بکن اینو نکن، بله، این راه رو نرو، عاقبتت شر میشه، اگه این کارو کردی اینطوری خواهی شد. این گفتن ها خیلی موارد هست که چون به صیغه آمرانه گفته میشه، درش دستور هست، کسی که میخواد این رو بگه احتمالاً از جایگاه کمتری برخوردار هست، یا انسان ها آمادگی تقبل بالا سرین رو ندارند و کسی امکان داره اینطوری موعظه کنه. اینا پندن، نصیحت معنیش گسترده تر از اونه. عرض کردم نصیحت اینه که برای دیگری خیر بخوای، نیازی نداره که به لفظ باشه، همیشه حتی کلامی هم ممکن نباشه. بله دقیقاً، یعنی وقتی در معامله چه نصیحتی هست، اقدام بکنی برای خیر، چیزی بهش بگی این عیبش چیه، خوبیش کجاست، یا اصلا عیبشو برداری خوبو بهش بدی. همین که خوب رو به دیگری میدی نصیحته. همین که کسی که نصیحت برای خدا چیه، این که کسی که توحید میکنه، موحد هست، نقص رو از خدا دور میکنه، این نصیحته. چیز عجیب و غریبی نیست، یعنی انسان مادامی که خیر رو برای دیگری میخواد، این نصیحت کرده. نصیحت رو منحصر نکنیم در موعظه. موعظه کردن، پند دادن، حرف زدن، مخصوصا امر و نهی کردن، آدم ها دوست ندارن. به خاطر همین انسان میتونه به جای پند دادن و موعظه کردن راههای دیگری رو تجربه کنه و راه دیگری رو در پیش بگیره. بله، و پند و موعظه هم حالا شاید یک کوچکترین یک رشته از نصیحت هست که کوچکترینش هم هست شاید. و اصلا آدم هم فرق میکنه، باید انسان تشخیص بده که آمادگی پذیرش نصیحت رو داره، چگونه میشه نصیحت کرد، یه فرد رو پند داد داره. بله. پند داد یا موعظه کرد یا پند داد یا اون رو از یک حادثه بدی ترسون. نمیشه همیشه با یک شیوه به یک حالت با همه مردم برخورد کرد و از انسان ها هم متفاوت است. یک انسانی که بزرگتر هست با یک انسانی که کوچکتر است متفاوته. همه هم به شیوه نمیپذیرند. به خاطر همین باید حتما پس این چیزی که من گرفتم اینه که برای پند دادن ایشون باید شناخت داشته باشه نسبت به کسی داره میخواد بهش پند بده و اینکه با روش‌های مناسب‌تری پیش بره، نگران نباشه اگه اون کسی بدش میاد، بعد به خاطر اینکه همین چیزی که شما فرمودید و این نگاه پایین به بالایی در واقع ایجاد میکنه. خدا در قرآن کریم قاعده کلی داده، و قولوا للناس حسنا، به نیکی بگید هر چی رو گفتید. خیلی وقتا هست دیگه میرسونه به حد و کفر، نه این کارو کردی میری جهنم، اون کارو کردی تو کافری، این کارو کردی تو این هستی، و این تو این چیز دادن. بنده یادم هست که زمانی یکی از دوستان رفته بود وام بانک آورده بود، یکی هم خواست اون رو نصیحت کنه، دوست دیگری خواست، دوستش بود، نصیحتش کنه، گفت که میدونی کسی که ربا بخوره مثل این هست که نمیدونم با مادر خودش زنا کرده باشه؟ خب این نصیحت ببینید، خب حالا میره یک چیز این نابود کرده دارم و دیگه نصیحت نبوده، این خودش سبب یک اختلاف و یک ناراحتی بزرگتری شد. این در حالی که طرف رو دوست داشت، ولی این از نادانی و ناآگاهی فرد است که خطاب به فرد، حالا در یک موعظه عمومی حدیث رو نقل بکنی، نه اینکه مخاطب دین باشه، این جای خودش رو داره. رسول الله علیه الصلاه و السلام خیلی کم بوده که اسم کسی رو بیاره بگه شما این کار رو کردی، این کار رو نکن دفعه دیگه، بلکه همیشه به اسلوب عامتر و به اسلوب غیر مباشر با مردم صحبت میکرد. میفرد ما بلو اقوام یفعلون کذا و کذا، چرا بعضی ها اینطوری اینطوری انجام کارایی را انجام میدن، مستقیم هم نمیفرمودن. بله. خب یکی از دوستان تماس واتساپ فرستاد، نوشتن که من مال ارثی در اختیار دارم ولی مخفیانه از شوهرم خرج خونه و بچه هام میکنم،
چون که شوهرم بیکاره و اگه بدونه که من همراهم هست این سرمایه رو از من میگیره و به هدر میده. سرمایه هست این؟ نه، یه مبلغی رو به شکل ارث پیش خانم هست و بدون اینکه شوهرش در جریان باشه مخارج خونه رو و خرج بچه‌ها رو داره پرداخت میکنه از همین ارثیه، و چون شوهرش بیکاره میترسه که اگر این پول ازش بدونه که یه همچون ارثی در اختیارش هست ازش بخواد و همین پولا رو هم به هدر بده و نتونه تو کار مناسبی چیز بکنه. حالا پرسیدن که آیا همین خرج خونه و اینا ثوابی برای پدر مادرم که اینو به ارث گذاشتن برای من داره یا خیر؟ بله، اولا چون ارث مال خودش هست، یعنی ایشون این خانم این مال متعلق به خودش هست و میتونه هر طوری که هر طوری مصرف کنه، فقط بشی الان حتی این کاری که ایشون کردن که خرج بچه هاشون میکنن، صرف بچه هاشون میشه، صرف خونه میشه، فضل بزرگی هست و حتما ثواب عاید پدر و مادرش خواهد شد و حتی خود ایشون این مال متعلق به خود ایشون هست، تازه دیگه این مال متعلق به پدر و مادرشون هم نیست بلکه متعلق به خود این خانم هست، ثواب و اجر بسیار زیادی میبرد. ولی برای اینکه بتونی درست‌تر مصرف کنی، من فکر میکنم با کسی که اهل اختصاص هست، حکیم، انسان دانایی، مشورت بکنه، شاید بتونه. خب اگر مبلغ بزرگی هست شاید شوهرش بتونه واقعا به جای اینکه بیکار باشه وارد کار و فعالیت بشه. حالا اگر شوهرش در این هست، در این وضعیت هست که بتونه کار و فعالیت اقتصادی داشته باشه، بله، یعنی دنبال راهی باشه که بتونه حالا همینطور که بچهاش کمک میکنه شوهرش هم از این وضعیت نجات بده، ولی با قید و بندی که این پوله هدر نره با نگاه کسی دیگه. درست؟ ایشون صاحب اختیار پول خودش هست، این پول متعلق به این خانمه، میتونه با کسی، چون اگه شوهرش بدونه احتمال داره که این اتفاق بیفته که ازش بگیره پول رو. بله، برای جلوگیری از این باید چیکار بکنه؟ عرض کردم میتونه، ایشون الان در فکر میتونه به پنهان کنه مال خودش هست، اگه میدونه شوهرش اینطوری هست، این مال متعلق به خود ایشون هست، میتونه اصلا خرج بچه هم نکنه، ولی مادامی که داره این فضل رو میکنه، این زحمت رو میکشه و این کار رو انجام میده، خدا بهش اجر میده. به اضافه این اگر شوهرش، یعنی با همین عرض کردم، مشورت کنه با کسی، اگه شوهرش واقعا در خور اون هست که بتونه با این مال فعالیت اقتصادی رو شروع کنه، هیچ اشکالی درش نیست که این کار رو انجام بده. بله. دوستی تماس گرفتن و پرسیدن که اگر که خیلی علاقمندن که قربانی بکنند اما مشکل مالی دارند و کارشون کار بنایی است و قرض و وام زیاد دارن، ولی این عشقو دارن که قربانی بکنن، نشتن اگه کسی توانای مالی نداره بره قربانی بخره چی کار باید بکنه؟ مشکلی نداره، هیچی تکلیفشون ساخت، اگر ندارن هیچ مشکلی نیست و خداوند انشالله بهشون بده در سالهای دیگه بتونن قربانی کنن. بله، خب تلفنی هم حالا چند تا تماس داشتیم، ما دیگه واتساپ رو فکر کنم دیگه وقت نشه پاسخ بدیم. تماس های تلفنی ما آقای سوران بود که ایشون در مورد همون تعامل دلال یا مشاور و صاحب آپارتمان و خرید و فروش خونه در واقع پرسیدن که توش دروغ اگه وارد بشه این تعامل چه حکمی داره در خرید فروش، و اینکه یه بخشی از موضوع از مشتری پنهان بشه بدون اینکه مشتری بخواد، یعنی مشتری نپرسه اصلا. مثلا یه مشکلی توی فرزن حالا توی برقکاری ساختمان هست و کسی نگه بهش، حالا اونم نپرسه که این برقش چطوره، یا مثلا قیمت خونه اینجا مثلا زمین اومده پایین و این در جریان نیست و دارن میفروشن با همون قیمت قبلیش، یه چیزی شایبه این، یک بخشی از تا معامله پنهان بمانه از مشتری بدونی که معامله در واقع مشتری میاد ساختمون رو میبینه، اطلاعات لازم رو در مورد ابعاد ساختمون هر چی میخواد بهش میگن، ولی اضافه بر اون گفته نمیشه بهش. مقصر خود مشتریه اگر ضرر بکنه، یا تو این تعامل مشکلی شما میبینید؟ من تصور بنده این هست که بنگاه های معاملاتی وظیفه دارند که ناصح باشن برای هر دو طرف، یعنی اگر یک طرفشون فروشنده صاحب خونه هست، طرف دیگر هم خریدار هست، در این وسط بنگادار هست که حالا یک مبلغی رو برای خودش به خاطر اینکه این معامله رو صورت میده میگیره، یا از دو طرف یا از خریدار چیزی رو دریافت میکنه. خب ناصح باشه برای هر دو طرف، عیب هایی که کلی هستند و ضرری رو به ساختمان میزنند یا شخص خریدار متضرر میشه، با این حق هست که این رو بگه. چه لزومی داره که صاحب خونه یا فروشنده
عاید سودی بشه. مثلا اگر یک خونه ای هست، اگه عیبش رو بدونن یک مبلغ میدن، یک قیمت میدن، اگه عیبش رو ندونن قیمت ارزون تر میدن. چرا این کار رو بکنه که باید خریدار اون مبلغ ضرر رو بده به نرخ یک جنس سالم تر بخره، در حالی که این عیب داره؟ بذار اون کسی که خرید فروشنده هست، حالا مدتی این خونه رو داشته، در این خونه بوده و متضرر استفاده هم کرده، الان به نرخ بسیار بالاتری، غالبا اونایی که فرض کن در گذشته خونه خریدن به نرخ های بالاتری میفروشند، غالبا اینطوری هست. مگه کسی که حالا تازه خریده باشه یا نتونه یا در تنگنای قرار گرفته. بنده این را عرض میکنم که باید ناصح هر دو باشند. اگر عیبها عیبهای اساسی هست باید گفته بشه، اما اگه چیزهای جزئیه و عادتا مردم هم اون جزئیات رو میبینند اشکال نداره نگه، چون عادتا مردم این رو میبینه. ولی اگه چیزی پنهانه و فردا پس فردا اگه این رو بشه مشکلات بزرگتری رو نشون میده، این باید حتما چیز کنه، باید این عیبها رو بگه، چون عیبهای کلی هست. این یک قضیه. قضیه دوم، اگر خود خریدار حالا یک شخصی رو آورد که وارد از این مسائل، مهندس هست مثلا، مهندس ساختمان هست، با خودش آورده میخواد این رو ببینه، وقتی این شخص آورده بره بنگادار دیگه میتونه ساکت بشه هیچی نگه، چون متخصص اومده و این داره کارشناسی میکنه میبینه، این چون کارشناس هست گناهی گردن اوشون ایشون نیست. ولی مادامی که میدونه عیب وجود داره، این اقتضا میکنه که هم عیب رو به فروشنده بگه، خریدار بگه، و هم فروشنده هم قانع باشه که مال دیگران رو تو مال، یعنی مالی که به پنهان کردن به عیب پوشی داخل رزقش شده، این رو نیاره و نپذیره. خب خیلی متشکر خانم رجبی از لار. سوالش این بود که ظاهرا گوسفندی رو به هدیه از طرف شوهرشون گرفتند، حالا میخوان این گوسفند رو قربانی بکنند. سوالش این هست که آیا این قربانی خودشون قربانی بکنند همین رو، یا شوهرشون مکلف به قربانی کردن هست و این ربطی به خانواده نداره، چون هدیه خود همسر هست در واقع. این هدیه خودشون از قربانی کردن تکلیف سرپرست خانواده هست، تکلیف ایشون هست، یعنی نه اینکه ممنوع هست خانم این قربانی، خانم میتونه قربانی رو بکنه و هدیه رو به شوهرش بده، بار دیگه بگه این هدیه برگردونه و قربانی بشه. اینکه مرد این قربانی رو انجام بده و هدیه رو از زنش بپذیره، همونطوری که در یکی از سوالها عرض کردم چندین اجر بر اون مترتب خواهد شد، اجر هدیه رو میبره، اجر سری رحم رو میبره، اصل اجر حسن معاشرت با همسرش رو میبره، اجر قربانی رو هم برای همه اعضای خانواده داره. و اگر هم زن قربانی کرد به جای مرد هیچ اشکالی نداره، پذیرفته هست و ولی اجر قربانی رو میبره. سوال پایانی ما کسی یه واتساپ الان رسید، اونم اینه که پرسیدند اگر آیا کسی که مرده است میشه برایش قربانی کرد؟ در واقع رأی هست از نزد امام احمد که میگه قربانی هم یکی از احسانها برای مرده هست و ایشون میگه جایز هست. روایتی وجود نداره که رسول الله علیه السلام مرده ها را اختصاص داده باشه به قربانی، مثلا فرموده باشه این برای جعفر تیار، این قربانی برای کسی که در خدای حیات ام المؤمنین خدیجه، این برای خب قربانی کرده رسول الله، برای اینها اینا قربانی نکرده، قربانی که انجام داده برای خودش و برای اهل بیتش انجام داده و قربانی برای امت. ولی میشه در ضمن زنده، مثلا کسی که میخواد قربانی کنه میگه این برای قربانی برای خودش، خانوادهش، پدر و مادری که فوت کرده، اینا هضم لی خانواده هستن، میشه برای زنده و مرده با هم یک قربانی انجام داد. ولی به هر صورت اگر رأی امام احمد هم بگیریم چیز خلاف شرعی نشده، اگر هم اختصاص بده به مرده مشکلی درش نیست انشاءالله، گرچه عرض کردم درش روایتی نیست، اختصاصی وجود نداره، بعضی از اهل علم رو منع کردن، گفتن این جایز نیست چون پیامبر این کار رو انجام نداده، اختصاص به میت نیست، اما مرده و زنده رو با هم حساب کن و تصور کن و برای هر دو نیت کن. خیلی خیلی متشکرم از توضیحات گرانقدرتون، حضورتون در برنامه. از شما بینندگان عزیزم بسیار سپاسگزارم که با ما همراه بودید تو این برنامه. ما را از دعای خیرتون در این ایام مبارک فراموش از یاد نبرید، ما را برای ما دعای خیر بکنید، به عبادت هاتون در این روزها تأکید زیادی در قوانین اسلامی شده و اولویت افضلیتی در این ایام هست که
سعی کنید که ازش بهره ببرید، خصوصا روزه فردا، روز عرفه که جزء سنت های مؤکد است. درست میگم سنت های مؤکد است. و قربانی کردنی که راجعش صحبت کردیم هم امروز توضیح دادیم هم از در واقع سنت های مؤکد است که حتی در حد واجب هم از در بعضی از مذاهب این مسئله رو در واقع برش تأکید کنید. سوال کرد در مورد اینکه گوسفندی که شاخش شکسته است. بله ببخشید. بله آقای محمد هم در شکسته شدن شاخ عیبی رو بر گوسفند ایجاد نمی کنه. بعضی از عیب ها هستند، اینکه لنگ باشه، اینکه بیمار باشه که بیماریش اثر گذاشته باشه روی او، خیلی لاغر باشه، چشمش کور باشه، نمیدونم، عیب هایی که گوشتش رو کم میکنه یا بد میکنه یا اینکه شکل و شماحتش رو زشت میکنه. شکسته شدن شاخ خیلی تأثیر روی چیزش نداره. بله. خب خیلی متشکرم. این من یادداشت کرده بودم اما یادم نمیومد که سوال چیه در واقع. آقای محمد از عوض عذر میخوام. خب و خواهش میکنم از اتاق فرمان اگه ممکن هست، چون بحث قربانی هم هست، این میان برنامه زیاد پخش میکنه، یه میان برنامه در مورد قربانی هست و مشخصه های قربانی، اونم اگه ممکن هست بعد از برنامه پخش بکنید، برای اینکه امروز تماس های زیادی داشتیم. ممنون میشم. تا دیدار دیگر شما رو به خداوند بزرگ و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. Hello.